علوم تلفیقی مبحث اول آفرینش از نقطه ایجاد طرح و نقشه اولیه خلقت تا آغاز انبساط جهان علم معنوی گزارش استاد از خلقت علم اکادمیک فیزیک نوین ذرات قسمت چهارم یک فیزیک نوین دفع ضرر. جلب منفعت برای تثبیت تنازع بقا چهار نیروی پایه فیزیکی مقدمه روشنایی تاریکی گرما سرما یا برودت همانطور که در پنج مقاله پیش مورد بررسی قرار گرفت دو جهان نور یا جهان الکترونی و ظلمت جهان پوزیترونی در عرض یکدیگر می باشند و هیچ گونه برتری نسبت به هم ندارند از طرفی منافع هر کدام از این دو جهان در جهت مخالف آن دیگری می باشد و از سوی دیگر هیچ کدام از این دو جهان قادر به نابودی آن دیگری نیست از این جهت است که هر دوی این جهان ها همیشه در نزدیکترین مکان ممکنه در یک مجموعه که آن را الکتروپوزیترون نامیدیم در حال کسب اطلاعات در مورد یکدیگر می باشند تا بتوانند تعادل و بقای خود را حفظ نمایند تعادل برای هر ذره از هر جهان حد میانی آن ذره با ذره مخالف خود می باشد یکی از قوانین ازلی دانش ماهیت این است که در همه سطوح جهان هستی ثبات به مفهوم تعادل ما بین نور و ظلمت است یک موجود هوشمند مانند یک انسان زمانی می تواند به مبدع خود بازگردد که از هر دو جهان الکترونی و پوزیترونی به حد لازم جذب کرده باشد به این مسائل به مرور خواهیم پرداخت حال با ارائه مدل الکتروپوزیترون می توان به عنوان نتیجه میان مرحله ای برای اولین بار در جهان یک تئوری با اساس و مبتنی بر منطق را ارائه داد و آن اینکه مبدا و منشأ نور به عنوان روشنایی بخش الکترونی و مبدا تاریکی بخش پوزیترونی یک الکتروپوزیترون است در اینجا اعلام میکنم که با آنچه در حال حاضر علم کنونی در مورد سرما و گرما اعلام داشته است موافق نیستم زیرا از دید علم برودت یا همان سرما انرژی محسوب نمی شود بلکه از عدم وجود گرما به وجود می آید اما بر اساس آنچه تا اینجای کار در مورد الکتروپوزیترون عنوان شده است انرژی گرمایی از بخش الکترونی الکتروپوزیترون تولید می شود و به همان صورت سرما نیز انرژی می باشد و از بخش پوزیترون یک الکتروپوزیترون حاصل می شود در که این مطلب ساده نیست زیرا ذهن ما عادت کرده است چنین شد که سرما به مفهوم عدم وجود گرماست در اینجا فعلا به عنوان یک اشاره کوچک باید به این واقعیت اندیشید که در یک سیاره کوتوله نوترونی فوق‌العاده سرد درجه برودت در یک تناوب ویژه حد اقلی تا حد اکثری در یک سال ثابت میماند. در اینجا به عنوان یک تعریف میان مرحله‌ای منشأ نور و انرژی جرمایی را بخش الکترونی و منشأ تاریکی و انرژی سرمایی را بخش پوزیترونی یک الکتروپوزیترون میدانیم از این رو جهان الکترونی سرمنشه خواسی چون روشنایی گرما امید ایمان صداقت و انواع صفات خالص و پایه‌ای می‌دانیم و در جهت عکس جهان پوزیترون مبدع صفاتی چون تاریکی، سرما، ناامیدی، بیمانی، عدم صداقت و همه ی آنتی صفات جهان الکترون می باشد. همانطور که به تدریج در مقالات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تنها با دارا بودن صفات خالص از هر کدام از این دو جهان نمیتوان به کمال دست یافت. بلکه باید یک موجود از یک صفت الکترونی یا نورانی و ضد همان صفت از جهان پوزیترونی یا ظلمانی به اندازه کافی برخوردار شود و حد تعادل در آن سیستم در اینجا یک موجود تعیین شده تثبیت شود تا در آن مورد به خصوص کمال حاصل آید در این سلسله مقالات بارها با تعریف الکتروپوزیترون برخورد خواهیم نمود اما هر بار کاملتر از پیش زیرا باید این مطلب بسیار مهم قدم به قدم تجزیه و تحلیل شده حقیقت آن روشن شود در غیر این صورت فهم و درک صحیح منطق ایجاد خلقت ممکن نخواهد بود در اینجا لازم است ابتدا مناسبات ذره و ضد ذره مورد تدقیق قرار گیرد تا به مرور و با آنالیز مطالب دیگر به هدف اصلی یعنی تعریف کامل و همه جانبه ای از الکتروپوزیترون یا نقشافرین اصلی جهان هستی دست یابیم اثرات کوانتومی کوارکا کوارک آنتی کوارک در اولین برخورد ما بین الکترون و پوزیترون به طور همزمان یک واحد مرتعش به نام فرمیون در اینجا کوارک از الکترون جدا شده با یک واحد مرتعش از یک پوزیترون به نام آنتی فرمیون در اینجا آنتی کوارک یک مزون که یک بوزون می باشد را تشکیل می دهد این ذره یک واحد هوش است از دیگر تولیدات ارتعاشی الکترون در واکنش به امواج پوزیترون می توان به همه انواع کوارک، لپتون و بوزون اشاره نمود. از انواع تولیدات ارتعاشی پوزیترون نیز می توان به آنتی نوترینو و آنتی کوارک اشاره نمود. ایجاد ارتعاشات اولیه چه از نوع الکترونی و چه از نوع پوزیترونی آن علت و معلولی بوده است. بر این اساس یک فرمیون بر اثر ارتعاش ویژه یک الکترون در واکنشی ویژه به ارتعاش یک پوزیترون به وجود می آید. از آنجا که این واکنش ها مطابق با کنش های یک ذره پوزیترون و گوناگون می باشند فرمیون های گوناگونی نیز تولید می شوند و از آنجا که هر کدام از این فرمیون ها دارای خواسی ویژه می باشند دانشمندان توانستند با تعیین چند مشخصه مانند جرم، بار الکتریکی و اسپین، آنها را به دو دسته لپتون و کوارک تقسیم نمایند. همین مشخصه ها به فرمیون های کوارکی و لپتونی خاصیت متفاوت و متمایز از یکدیگر داده است. اسپین در تعابیر مکانیک کوانتوم مشخصه است که میتوان آن را با تکانه زاویه‌ای یا تکانه چرخشی مقایسه نمود اما ما در اینجا اسپین را نوع واکنش الکترون میدانیم که نوع ارتعاش آن ذره تولید شده از الکترون برای مثال کوارک را از لحاظ وضعیت کوانتومی از ذرات دیگر برای مثال فوتون متمایز میسازد. به این مطلب در مقاله بعدی پرداخته خواهد شد فیزیک ذرات به ما می آموزد که سنگ پایه و اساس همه عناصر موجودات در پهنه گیتی لپتون ها، آیش ها، مانند گلئون، نیروی هسته ضعیف، فوتون، نیروی هسته قوی و گراویتون و همینطور کوارکا می باشند اینکه یک الکترون چه تعداد و با چه کیفیت و کمیتی از نظر طول موج، نوسان و دامنه و قدرت موج ارتعاش کند مربوط می شود به پیشبینی ایجاد مخلوقات غیر ترکیبی در طرح اولیه آفرینش این امر باعث گوناگونی در انواع ذرات زیراتمی و به طبع آن گوناگونی در موجودات و ممکنات می شود این گوناگونی از دید علوم تجربی نامحدود است اما از دید مبدع اصلی خلقت محدود می باشد در غیر این صورت این طرح به اندازه خود مبدع انبساط می یافت و با آن برابر می شد دانش یک الکتروپوزیترون همان طرح و نقشه اولیه آفرینش است که توسط ارتعاش کدبندی می شود و هر کد درست مانند یک ژن عمل کرده زنجیره از آن مسئول ایجاد پدیده می باشد بوزون ها در واقع ترکیبی از کوارک ها و لپتون ها و یا هر دوی آنها می باشند از این رو در این فصل از کتاب به طور مجزا به این ذرات که حامل های انرژی نامیده می شوند پرداخته نخواهد شد در جدول استاندارد ذرات زیراتمی تنها اشتراک ما بین بوزون ها اسپین آنهاست که یک می باشد بوزون ها ذرات انرژی فرض می شوند و فوتون نیز از این دسته است این ذره انرژی نور و عامل انتقال گرما می باشد باید به یاد داشت که نور از دیدگاه ما شامل اجزای گوناگون می باشد از آنجا که برای استقرار و پابرجایی ساختمان هادرون های هسته اتم باید اطلاعاتی از آنچه این استواری و استقامت را به خطر می اندازد در دسترس باشد در اتحاد مابین یافته های فیزیک ذرات و نظرات استاد الهی می توان گفت این نیروی دفع ضرر است که ایجاب می کند تا یک کوارک درست لحظه قبل از موجودیت درست در زمانی که فقط یک موج انرژیایی بنیادین است با موج ایجاد شده از پوزیترون تداخل کرده کمی از انرژی آن را گرفته جرم دار شود این جرم حاوی اطلاعاتی در مورد قصد و هدف موج پوزیترون است این اطلاعات برای ایجاد سنگ پایه های اناسور مختلف و استاتیک اتم های آنها از واجبات محض است این عمل در برخوردی برقاسا ما بین دو ارتعاش پوزیترونی و الکترونی صورت میپذیرد در جهت عکس نیز دقیقا همین پروسه برای موج ناشی از پوزیترون اتفاق میافتد و طی آن یک آنتی کوارک متولد می شود در این روند خود ارتعاش ناشی از الکترون در این مرحله نوعی انرژی است که بر حسب اسپین مربوط به خود یک بزن محسوب می شود همانطور که به کرات گفته شد در جهان هستی طبق آنچه در نقشه و تر آفرینش پیش بینی شده است ایجاد یک پدیده تنها با شناخت از پدیده های متضاد با آن ممکن می شود از آنجا که طبق همین طرح و نقشه باید هسته های مختلف اتم شکل بگیرند یک کوارک همانطور که توضیح داده شد از موج پوزیترونی بخشی از اطلاعات در مورد آنکه چه عواملی ممکن است در مرحله اول هادرون ها و در مرحله بعد هسته اتم را ناپایدار سازد می گیرد. به عبارت ساده تر فرمیون ها از جمله کوارک ها برای آنچه در ساختارهای ترکیبی شرکت جویند باید عوامل بازدارنده و تخریبی آن ساختار را بشناسند تا بتوانند خود را به بهترین شکل ممکن آرایش دهند این اطلاعات در امواج پوزیترونی یافت می شود گرچه تعریف اسپین در اینجا با تعریف کوانتومی آن کمی متفاوت است اما این تفاوت هیچ گونه خلالی در تشریح حرکات ارتعاشی موج وارد نمی کند زیرا ما در اینجا برای هر کدام از ذرات زیر اتمی همان عدد اسپین را معتبر می دانیم که فیزیک ذرات و مکانیک کوانتوم برای آن قائل می باشند سه نیروی مغناطیسی خلقتی چهار نیروی پایهی فیزیکی علت محدود بودن ذرات بنیادینی که همه انواع خلقت از آنها ساخته شده اند آن است که در طرح و نقشه اولیه آفرینش تعداد این سنگ پایا محدود ولی ترکیبات آنها بیشمار طراحی شده است از این رو اولین موجود که الکترون در حالت تکسر یافته آن باشد و ضد آن یعنی پوزیترون نیز دارای ارتعاشات محدود و از پیش تعیین شده می باشند این ارتعاشات که زبان زیربنایی آفرینش هستند از برخورد با ضد خود برای ایجاد و یا تخریب تجربه کس می نمایند و هر کدام عوامل پایهی جهان خود را می سازند. این پروسه مانند روند ایجاد هر پدیده دیگری تحت نیروی مغناطیسی اولیه خلقت یعنی تنازع بقا و دو ابزار آن جلب منفعت و دفع ضرر شکل می‌گیرد. اندازه و مقدار این نیرو بر هر دو جهان نور و ظلمت یکسان است. از آنجا که در حال حاضر فقط 6 کوارت برای دانشمندان شناخته شده است، ما نیز همین 6 کوارت و 6 آنتی کوارت را به عنوان دوازده واحد هوشی متضاد یعنی شش واحد هوشی الکترونی و شش واحد هوشی پوزیترونی میپذیریم و با آنکه الکترون را مادر و مولد همه انواع بوزون و فرمیون میدانیم معتقدیم که این ذره حیات بخش میتواند نقش دیگری را هم در قالب لپتون در داخل اتم و در مابین اتم ها ایفا کند از این جهت هر شش لپتون به همراه شش آنتی لپتون را جزو واحدهای هوشی به حساب آورده با چهار بوزون گراویتون، گلئون، فوتون و گروه دبلیو بوزون منفی و مثبت و زد بوزون صفر که واحدهای هوشی مرکب می باشند برای خلقت جمعا 28 واحد پایه هوش قائل می شویم که نتیجتا دارای 28 نوع موج الکترونی و پوزیترونی با مشخصه های متفاوتی در اسپین، جرم، بار الکتریکی و بار رنگ و غیره می باشند. در این میان بزون را انرژی ناشی از سه نیروی پایه‌ای که خلقت بر روی آن بنا شده است فرض می کنیم. برای آیندگان که یقیناً با علومی به مراتب پیشرفته تر از علم زمان ما روبرو رو خواهند بود باید بگویم در حقیقت توضیحات کنونی علمی در این مورد مانند آن است مورچه‌ای که روی یکی از تابلوهای پیکاسو راه می‌رود بخواهد بر حسب آنچه می‌بیند طرح اصلی تابلو را تشریح نماید و یا کودکی با شنیدن سمفونی هفت بتهوون بخواهد نوت‌های آن را تشخیص داده بازنویسی کند اما در هر حال باید از نقطه شروع کرد و حقایق ایجاد خلقت را توضیح داد بدون آنکه از محدوده یافته های علوم رایج خارج شد و این کاری است بس دشوار سه نیروی یاد شده فوق یعنی نیروی جلب منفعت دفع ضرر و تنازع بقا با بکارگیری بزنها به عنوان ابزار کار چهار نیروی پایهای گرانش هستی ضعیف هسته قوی و الکترومغناطیس در مکانیک کوانتوم و فیزیک ذرات را شکل میدهند باید بیاد داشت که نمود سه نیروی یاد شده نیز از معمولیت های الکترون یا الکتروپوزیترون به عنوان تکسر هولوگرافیک ماهیت در صد خارج از ماده به عنوان بستر ایجاد خلقت می باشد. به زبانی ساده همه پهنه هستی متأثر است از این سه نیرو. در مقالات آتی به این مسئله پرداخت خواهد شد. با مطالعه دقیق لپتون ها در میابیم که همه انواع آن به الکترون بسیار شبیه می باشند. از آن گذشته طبق تئوری های ارائه شده میون که یک لپتون است عامل ایجاد پیون که یک بوزون است می باشد و همینطور در پی تلاشی میون ممکن است اشعه گاما که یک فوتون است نیز به وجود آید از مجموع این دو تئوری و نظریه های اثبات شده و تئوری های مشابه چنین برمی آید که همه انواع فرمیون ها و بزون ها قابل تبدیل به یک دیگر می باشند اما در نظریه ارائه شده در این کتاب یعنی کتاب آفرینش از دیدگاه استاد الهی فیزیک نوین ذرات لپتون ها جزو ذراتی محسوب می شوند که در پی گردش و جوشش ماهیت برای درک علت موجودیت و مسئولیت خود به وجود آمدند این ذرات که از الکترون تولید شده اند هر کدام می توانند یک واحد هوش بنیادین تر باشند که در ارتباط با واحدهای هوشی اولیه نقشی عمیق را بر عهده داشته باشند در واقع می توان در بررسی های جرفتر این هوش های بنیادین تر را دستیاران الکترون نامید در این میان ایجاد چهار آیش بزن نام برده شده را بعد از ایجاد لپتون ها و کوارک ها می دانیم. زیرا همه انواع آن از کوارک و لپتون تشکیل شدند. با این حساب ایجاد آنتی لپتون ها پس از ایجاد پوزیترون و آنتی کوارک ها همزمان با ایجاد کوارک ها بوده است. بر اثر واکنش اشعه های واقعی کیهانی بیش از همه پروتون با هسته اتم و مولکول های اتمسفر ابتدا پیون ها و کامون ها تولید می شوند و بر اثر تلاشی این ذرات ناپایدار به وصله نیروی هسته ضعیف همراه دیگر تولیدات میون ها نیز تولید می شوند طبق آزمایش MIG در تلاشی میون اشعه گاما و فوتون و الکترون تولید می شود این آزمایش خود تاکید مجددی بر حضور همه جا گسترده ی الکترون در اشکال مختلف و نقش آن در اجرای طرح و نقش آفرینش می باشد. چیزی که عملا در این آزمایش اتفاق می افتد آن است که یک الکترون در حالت خاص میون تحت شرایطی خاص به یک بوزونی خاص فوتون و یک الکترون در حالت استاندارد آن تبدیل می شود. در این حال یک فوتون از تبدیل یک الکترون با جرم کمتر میون باشد به الکترون دیگر با جرمی بیشتر تبدیل شده است تئوری تبادل پیون طبق این تئوری نیروی هسته قوی از تبادل بوزونی به نام پیون ما بین پروتون و نوترون ایجاد می شود روند این تبادل مزون بدین شکل است یک یک کوارک آب از پروتون جدا می شود دو چون طبق قانون کنفینمنت یک کوارک نمی تواند به طور آزاد موجود باشد از این رو یک جفت داون آنتی داون تشکیل می شود سه کوارک داون در پروتون سابق می ماند و از آن یک نوترون می سازد کوارک آب و کوارک آنتی داون یک پیون مثبت که یک مزون است را می سازد چهار این مزون به یک نوترون برخورد می کند و یک کوارک داون از نوترون و یک کوارک آنتی داون از پیون مثبت جفت می شوند پنج در این حالت دوباره یک جفت نوترون و پروتون به طور جابجا جا خواهیم داشت این وضعیت باعث ایجاد نیروی هستهی قوی می شوند. در نظریه ارائه شده در این کتاب واحدهای هوشی کوارکی از برخورد امواج الکترونی با امواج مخرب پوزیترونی به وجود آمدند و در این برخورد دانشی کسب نمودند که طبقان آن میدانند آنتی کوارک‌های ناشی از امواج پوزیترون باعث عدم ثبات در تشکیل و پابرجایی هادرون مورد بحث خواهند بود تدبیری که به شکل دانش در این وایت های هوشی جمع می آید این ذرات را وادار به همکاری با انواع دیگر کوارک و به کارگیری ذرات آنتی کوارک برای ساخت و پابرجای هادرون و هسته اتم می کند صرف نظر از اثبات صحت و یا عدم صحت نظریه ایجاد نیروی هسته قوی به وسیله تبادل پیون این نظریه را می توان در مدلل نموندن تشریح آنچه گفته شد به کار گرفت یک پیون صفر در این نظریه خود از یک کوارک داون و یک کوارک آنتی داون جفت کوارک آنتی کوارک تشکیل شده است این امر تنها می تواند تحت کنترل یک هوش برتر به وقوع بپیوندد به و آن هوش برتر مانند همیشه دانش یک الکتروپوزیترون به عنوان آلترناتیوی برای کلمه ماهیت یا عقل اول است که باعث می شود در یک روند تجزیه و ترکیب یک آنتیکوارک داون به بازی گرفته شود تا از این طریق هسته اتم پا بماند در باقی انواع ساختارهای هادرونی هسته ای این الکتروپوزیترون است که با بکارگیری بوزونهایی مانند گلونها و مزونهایی مانند پیون تعیین کننده تعداد ذرات کوارکی و آنتیکوارکی در تشکیل هادرون و همینطور تعداد هادرون ها که نوع هسته را مشخص می کنند می باشد نتیجه گیری ماهیت و یازده دستیارش که تیم دوازده نفره ایجاد خلقت را تشکیل می دهند در مرحله اول از وجود خود ذرات هولوگرافیکی را جدا نموده به خارج از خود پرتاب می نمویند. این ذرات بر اساس نیروی جلب منفعت و دفع ضرر دائما با ذرات مخالف خود از جهان پوزیترونی در حال رد و بدل نمودن اطلاعات می باشند تا هر کدام به حالتی پایدارتر دست یابند که در واقع بقای آنها را تضمین می کند از روند درگیری مداوم ذرات و آنتی ذرات هسته اتم و در پی آن زیر نظر الکتروپوزیترون ها اتم شکل می گیرد و این خود نقطه شروع ایجاد جماد در سیاره زمین است در مقالات آتی اهمیت الکتروپوزیترون را بررسی خواهیم نمود و خواهیم دید که هیچ پدیده‌ای در جهان بدون حضور الکتروپوزیترون شکل نمیگیرد و اساس جهان هستی در اصل خلقت ماهیت با در دست داشتن دو جهان نور و ظلمت در ما قبل ایجاد ماده و الکتروپوزیترون بعد از ایجاد ماده است پایان قسمت چهارم بررسی و پژوهش فرامرز تابش برگرفته از کتاب آفرینش از دیدگاه استاد الهی فیزیک نوین ذرات نوشته فرامرز تابش مطالب قسمت پنجم بار اسپین جرم فعالیت الکتروپوزیترون در سه